اگه زبانتون خوب نیست میخواین از ویدیوهای انگلیسی استفاده کنین، بعد یکم مشکل بر بخورین. تو این ویدیو میخوام یه راه حل خوب بگم که بتونین راحت تر ویدیوها رو ترجمه کنین و از اونها استفاده کنین. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ قبلا همچین ویدیوهایی چه برای موبایل و چه داخل کامپیوتر ساختم. نگران نباشین، آخر این ویدیو براتون قرار میدم. روش قبلی همزمان ویدیو رو برای شما ترجمه میکرد که خیلی خوب بود. حالا یه سری اصطلاحات وسط ویدیو وجود داره که نرم افزارهای ترجمه نمیتونن خوب اینا رو انجام بدن. توی این ویدیو میخوایم بریم یاد بگیریم که متن زیرنویس ویدیو رو دانلودش کنیم خودمون، جاهای دیگه ازش استفاده کنیم و خودمون جملاتش رو تغییر بدیم جوری که بتونیم بفهمیم. خوبی این روش اینه که شما زیرنویس ترجمه شده رو داری، در کنارش متن انگلیسی رو هم داری. یکم زمان بره، به شما کمک میکنه که یه سری اصطلاحات رو راحت‌تر درک کنید و بفهمید. یکی از مثالایی که این روش به شما خیلی خوب کمک میکنه، زمانایی هست که یه ویدیو خیلی خوب توی زبان انگلیسی پیدا کردین و دوست دارین از همین ویدیو استفاده کنین، اما خب اون کسایی که دارن ویدیو رو ارائه میدن خیلی تند حرف میزنن و یا شما از روش‌های قبلی یه سری اصطلاحات داخل ویدیو هست که خوب نمیشه ترجمه کنه براتون یوتیوب. اینجا داخل این ویدیو میایین لینکش رو کپی میکنین، یه وبسایت خیلی خوب هست که با کمک اون میتونین زیرنویس ویدیوها رو دانلودش کنین به اسم downsub.com. اینجا براتون قرارش دادم. خوبی این وبسایت اینجا هست که میتونین متن تکست رو دانلودش کنین یا با فرمت SRT. فرمت SRT جملات رو با زمانهایی که گفته شده قرار میده. کسایی که کار زیرنویس انجام دادن میدونن دارم چی میگم. حالا این قسمت پایینم که میتونین ویدیو فول رو با زیرنویس دانلود کنین با خود زیرنویسش، و اینجا هم میتونین ترجمه گوگل ترنسلیتیشو دانلود کنین که یه سری اصطلاحات خوب ترجمه نمیکنه و شاید هم براتون کاربردی باشه. مثلا میتونین عربیک و امریکن یا مدلای مختلف دانلودش کنین تا کلی زبان داره این قسمت پایینش. حالا این ویدیو رو من تکستش رو دانلود کردم. اینجا میبینی که اینجوری تکست رو به ما تحویل میده. بریم داخل گوگل ترجمه، گوگل ترنسلیت واردش کنین. همینطور که وارد میکنین میبینی اینجا جمله به جمله معنی کرده برای شما. اگه شما بتونین جمله ها رو تشخیص بدین میتونین خیلی بهتر استفاده کنین از این زیرنویس. حالا من اینجا بهتون نشون بدم این روشی بود که خودم استفاده کردم و قبولم دارم یکم وقت‌گیرتره، اما اگه یه محتوای خوب پیدا کردین میتونین ازش استفاده کنین. حالا اینجا من این فایل یه فایل مصاحبه طور، این قسمتشو میارم پایین و میام تا به یک جمله برسم. اینجا فکر کنم یه جمله جدید درست میشه، این نقطه اینجا بذارم، بعدش بیام اینا رو باز پاک کنم بیارمش عقب‌تر. این قسمت ریسنتلی به نظر میرسه یه جمله جدید داره شروع میشه و حالا اینجا هم یه UH گفته که همون کلمات اضافه ایه که بعضی وقتا خودمون استفاده میکنیم. اینا رو هم میتونیم پاک کنیم. خب یه قسمتی شما رو ویرایش کردم ببینیم چه جوری شد. گفته آیا یه سری افراد رو میشناسین که برای مشاوره به شما مراجعه کردن؟ مثلا اینجا مستر بیستو که یه یوتیوبر خیلی معروفه، مثلا توی ترجمه آقای جانور شاید معرفی کنه که من دیدم ترجمه درستی نیست دیگه، یه اصطلاحیه که به کار میبرن، یه نام خاصیه. بعد اینجا گفته که تو توییتر مثلا میتونم نشون بدم و اینجا درآمدش اینجوری بوده و اینقدر اضافه داشته، و اینجا سمت راستن شما میتونین همون اصطلاح تخصصی رو اینجا رو نگاه کنین، من روی ترجمه نگه میدارم، اون سمت راست میتونین اون اصطلاح تخصصی رو ببینین و خودتون یه جورایی ترجمهشو بهینه تر کنین. خیلی بهتون کمک میکنه. تازه خوبی این روش اینه که میتونین کپی کنین متن رو، ترجمهش هم میتونین کپی کنین استفاده کنین اگه میخواین مقاله بنویسین یا لازم دارین برای یه جای تولید محتوا انجام بدین، خیلی به دردتون میخوره. خب رفقا، اینم یه روش بود که میتونین از زیرنویسا استفاده کنین و توی جاهای مختلف ترجمهش رو با خود زیرنویسا میتونین کپی کنین و ازش استفاده کنین. شما هم بگین که توی بخش کامنت ها چه جایی میشه از این ترفند استفاده کرد. دو تا ترفند دیگه هم به فعال کردن زیرنویس فارسی داخل ویدئوهای یوتیوب به صورت خودکار
ویدیو ساختم که این آخر بهتون پیشنهاد میکنم، میتونید بعد از این ویدیو اونا رو هم اگه دوست داشتین ببینید، به روز آگاه باشید.